پروتوتایپ یا همون نمونه اولیه که به اسم 1006 معرفی شده کیه؟ هویت پروتوتایپ هنوز یه راز بزرگ باقی مونده. اون تا الان نیروی محرکه اصلی پشت هر کدوم از فصل‌های بازی بوده و برای اینکه کامل بفهمیم کیه، باید از همون اول یعنی دهه 1930 شروع کنیم. توی دهه 1930 مردی به اسم الیوت لودویک آرزو داشت که شادی رو بین بچه‌های سرتاسر دنیا پخش کنه. واسه همین شرکت اسباب بازی خودش رو به اسم پلی تایم توی سال 1950 تأسیس کرد. اما همه چیزا با ساخته شدن پاپی پلی تایم که یه عروسک باهوش بالا بود و میتونست با بچه‌ها حرف بزنه شروع شد. پاپی یه موفقیت بزرگ بود، اونقدر که پلی تایم تونست کارخونه رو برای بازدید عموم باز کنه و مردم واقعا ازش لذت بردن. همه چیزا برای لودویک عالی به نظر می رسید. شرکتش داشت بزرگ می شد و افراد بیشتری براش کار می کردن. اما با یه اتفاق غم انگیز توی زندگی خانوادگیش توی دهه 1960 باعث شد همه چیز تغییر کنه. تقریبا توی همون موقع لودویک تصمیم گرفت که روی موش‌ها و پاپی جوی آزمایش کنه تا قابلیت احیای اون رو بررسی کنه. اما آزمایش شکست خورد. نتیجه این شد که این آزمایش با نمونه‌های بزرگتر موفق‌تر باشه. همزمان مردی به اسم هارلی سویر به عنوان یه دانشمند دیوونه بخشی از شرکت پلی تایم شد. توی دهه‌های 80 و 90 بود که اون طرح بیهر بادیز رو پیشنهاد کرد. این طرح شامل ساخت موجودات غول‌پیکر از آدم‌ها بود تا به کارهای یه کارخونه اسباب‌بازی کمک کنند. توی بخش از داستان یکی از شخصیت‌ها میگه: When I look at this company we've built, I do not feel proud. Declining profits, failed experiments, people are constantly seeing things they shouldn't. How is that anything less than complete failure on our part? It's pathetic. Now we're understaffed, safety protocols are being abandoned, workplace incidents are common. We can't avoid a lawsuit forever. We need to deal with all of these issues at once. I'm here now with a solution. The Bigger Bodies Initiative. Giant toys. We can increase our workforce and simultaneously decrease the number of lawsuits and people on our payroll if the people we have working aren't people. سویر این روی فرصت دید تا نیروی کار بیشتری با قیمت ارزون‌تر به دست بیاره. این کار نه تنها باعث میشد سود به حد اکثر برسه، بلکه باعث میشد تدابیر امنیتی دور کارخونه‌ام قوی‌تر بشه. با این کار کارکنان و همچنین بچه‌های یتیم از طرف فرزندخوندگی شرکت برداشته می‌شدن و به بیگر بادیز تبدیل می‌شدن تا به عنوان خدمتکار برای پلی تایم کار کنن. معلوم نیست لودویک کی مرد، اما تو اون زمان دیگه زیاد ازش خبری نبود و به نظر میرسید سویر نفر اصلی اداره کننده شرکت شده. اولین بیگربادی موفق احتمالاً سوژه 1006 بوده. سوژه 1006 خیلی باهوش بود و گزینه ایدئالی برای این طرح به حساب میومد. اطلاعات زیادی در مورد این موجود نداریم، اما میدونیم که اون مهارت و ظرفیت فکری فراتر از هر موجود دیگه ای داشته. اما با آزمایشات مداوم، شکنجه و درد بی‌انتها، پروتوتایپ دیگه نمیتونست تحمل کنه و تصمیم گرفت نقشه بکشه. اون دانشمندان و تجهیزاتی که برای زندانی کردنش تو آزمایشگاه استفاده میکردن رو بررسی کرد و سعی کرد فرار کنه. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. با این حال یه متخصص دیگه تونست پروتوتایپ رو دوباره زندانی کنه و نقشه فرارش رو خراب کنه. به نظر میرسه این اولین باری که پروتوتایپ سعی میکنه همچین کاری انجام بده و از اون موقع به بعد دانشمندان فهمیدن که باید خیلی مراقبش باشن. این مهمه که بدونیم توی این نقطه پروتوتایپ به خاطر اینکه میتونسته پشت این نقطه کور قایم شه احتمالاً باید اندازه کوچیکتری داشته باشه. اما بعد از این اتفاق و کشته شدن اون متخصص، دانشمندان همچنان پروتوتایپ رو به خاطر تمایل شدیدش به خشونت زیر نظر داشتن. با وجود این، اونا هنوز هوش فوق‌العاده اون رو تحسین می‌کردن و تصمیم گرفتن با استفاده از روش‌های سرکوب کننده برای کنترلش به آزمایشات روی اون ادامه بدن. از طرف دیگه به نظر می‌رسید سوژه 1170 یا همون هایگیواگی تا یه حدی فرمانبردار بوده.
تو تمام مدتی که پروتوتایپ توی آزمایشگاه گیر افتاده بود، داشت نقشه بزرگ می‌کشید. به نوعی اون تونست با بقیه عروسک‌های کارخونه ارتباط برقرار کنه و حس نفرت رو نسبت به کارمندان پلی تایم توی دلشون ایجاد کنه و اونها رو تشویق کنه تا برای آزادیشون بجنگن. یکی از این عروسک‌ها هاگی واگی بود. پروتوتایپ تونست از هاگی واگی برای نقشه بزرگتر استفاده کنه. توی همین موقع بود که پروتوتایپ هاگی واگی رو تشویق کرد تا از اونجا فرار کنه و به آزادی برسه. هاگی واگی هم همین کارو کرد. بعد از اینکه از کارخونه فرار کرد، به سمت خونه‌ای رفت که براش آشنا به نظر می‌رسید و در حالی که اون تو همون لحظه هیچ کدوم از کارمندا رو نکش، اما وقتی اونا به سمتش تیراندازی کردن، اونم بهشون حمله کرد. هاگی واگی با تشویق پروتوتایپ به هیولای خشن تبدیل شد. در همین حین کارکنان مجبور شدن بدن بزرگتر یا همون بیگر بادی رو برگردونن. در همین حال 5 تا از کارکنان کشته شدن و 6 نفر هم مفقود شدن. سویر از تک تک لحظات کشف پروتوتایپ یا همون سوژه 1006 لذت می‌برد. اون تو این موجود یه پتانسیل خاصی می‌دید که باعث می‌شد خیلی ذوق‌زده بشه. سویر حتی با التماس و فریادهای سوژه‌های آزمایش هم حاضر نشد هیچ تحقیقی رو متوقف کنه. Log code 24459. In relation, experiment 1006. The prototype. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery. End of log. Ready to talk now, are you? I possess a question. Go ahead. Do you feel anything? This question referred to what exactly? You stick us, beat us, tear at flesh. Do you feel it? There's a secret inside you, 1006. Valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it. And I get closer with each session. So speak, or don't. Fight, or give in. Regardless, I learn something new about you every day. It excites me. Thank you. You thank me? Absolutely. I learn something new about you every day. این نوار ضبط شده خیلی مهمه، چون توانایی تقلید پروتوتایپ رو که با هر کسی که باهاش برخورد داره معرفی میکنه. اون در موردشون بیشتر یاد میگیره و میتونه تا حد زیادی اونا رو تقلید کنه، اما این موضوع بعداً به کار میاد. تقریبا توی همین زمان 1006 با یه یتیم تنها به اسم تئودور گرامبل دوست میشه. اون حتی نقاشی از خودش و دست پروتوتایپ که به طور ترسناک زیر تخت تئودور قائم شده میکشه. کارکنان به تئودور اطمینان میدادن که اون دوستش فقط یه تصوره، اما اصلا حرفشون درست نبود. یه روز 1006 به تئودور گفت که بسته خوراکی و یه دست الکتریکی بدوزه، شاید هم با این نیت که از کارخونه فرار کنه. اما تئودور دچار برق گرفتگی شد و به شدت آسیب دید. تو اون موقع بود که انقدر از تئودور شیطنت سر میزد که کارکنان پلی تایم کو تصمیم گرفتن اون رو به کتنب تبدیل کنن که شاید باعث نجات جونش شد. با اینکه تئودور به یه موجود کاملا جدید تبدیل شده بود، اما همچنان طرف پروتوتایپ رو میگرفت و در نهایت اون رو مقدس میدونست و هر کسی که از حرفاش پیروی نمیکرد میکشت. پروتوتایپ یه نقشه داشت. اون نقشه توی 8 آگست 1995 عملی میشه. پروتوتایپ یا همون 1006 از درد و رنج مداوم خودش و بقیه سوژه‌ها خسته شده. اما اون هر روز رفتار و عادت‌های کارکنان رو به دقت زیر نظر داشت. از وقتی که کارت می‌زدن تا وقتی که می‌رفتن. چطور از سیستم‌های امنیتی استفاده می‌کردن؟ آزمایشات انجام می‌دادن و چطور با هم حرف می‌زدن و با هم دیگه رفتار می‌کردن؟ پروتوتایپ همچنین با بقیه بیگر بادیز ارتباط برقرار میکرد. هرچند دقیقاً مشخص نیست چطور این کار انجام میداد. میدونیم که اون تونسته بود تعداد زیادی از اسباب بازی‌ها رو دور هم جمع کنه و وادار کنه که توی عرافجوی شرکت کنن. عرافجوی زمانی بود که همه سوژه‌های تحت آزمایش علیه اونایی که روشون آزمایش میکردن شورش میکردن و به اسم آزادی اونا رو میکشتن. برای این رویداد برنامه‌ریزی زیادی انجام شده بود. حتی دستورالعمل‌های حمل و نقل اسباب بازی‌ها دستکاری شده بود تا عرافجوی زودتر شروع بشه. توی نوار جابجایی میتونیم خراشای روی تختش ببینیم که یادآور دست پروتوتایپ هستن.
کشتار احتمالاً با غیر فعال کردن سیستم‌های امنیتی توسط 1006 شروع شد، کاری که قبلاً هم انجام داده بود، یا شاید فقط با حمله به اولین کارمندی که وارد سلول شد شروع شد و بعدش ادامه داد. اما حقیقت اینه که ما نمی‌دونیم چطور این رویداد شروع یا تموم شد، چطور عملی شد، یا چند تا سوژه درگیر بودن و به چه صورت تکامل پیدا کردن. ولی چیزی که می‌دونیم اینه که موفق بود. حتی میشه صدای اون آشوب رو توی نوار VHS که دانشمند مرموز تو فصل 1 داره شنید. این دانشمند با وجود اینکه چند ثانیه بعد کشته میشه، شنونده رو تشویق میکنه که به خاطر علم به جلو بره. Experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... این باعث میشه فکر کنی که نقص علمی چی بوده که 1006 رو به اون شکل درآورده. اما به هر حال ما همچنین میدونیم که پروتوتایپ پاپی رو توی قفسش زندانی کرده، احتمالاً چون با نقشه اون موافق نبوده. و بالاخره به زمان حال رسیدیم. ما تو نقشه کارمند سابق کارخانه بازی میکنیم که بعد از 10 سال برگشته. عجیبه که دوتا هیولا از اونجا نرفتن، چون قرار بود اهرافجای مقدمه‌ای برای آزادی باشه. هایی که قبلا مصمم به فرار بود فقط توی لابی اصلی پرسه میزد. مامی لاینلکس هم هنوز توی اتاق بازی بود، اما اینجاست که توی فصل 2 وقتی مامی رو توی این دستگاه میذاریم، یه سرنخی در مورد کاری که پروتوتایپ این بار میتونه انجام بده به دست میاریم. مامی یه جمله نمادین میگه. و بعد از اینکه میمیره، یه دسته فلزی بزرگ از زیر در میاد بیرون و بدن اون رو میکشه. این اتفاق نشون میده که 1006 از قسمت‌های بدن اسباب بازی مختلف برای ساختن یه بدن بزرگتر برای خودش استفاده میکنه. اینم عجیبه، چون داره همون کاری رو میکنه که دانشمندا اون موقع باش انجام دادن. بعد از اون اتفاق، پاپی به طور واضح اعلام میکنه که مخالف پروتوتایپ و هر چیزی که اون طرفدارش هستش. توی فصل 3 این موضوع که اسباب بازی‌ها در مورد 1006 خیلی به هم ریختن واضحه. درسته که 1006 یه ارتش برای کشتن ما داره، اما گروهی از اسباب بازی هم هستن که تسلیم اراده اون نمیشن، مثل بقیه اسمایلینگ کریترز و کیسی میسی. توی همین موقع میتونیم نتیجه بگیریم که پروتوتایپ با جمع کردن قطعه‌های بیشتر داره بزرگتر و بزرگتر میشه. با نگاه کردن به جایگاه دستساز کتنب یه ایده در مورد اینکه پروتوتایپ ممکنه چه شکلی باشه پیدا میکنیم. اما حتی وفادارترین موجودات پروتوتایپ هم از دستش در امان نیستن، چون کتنب تو آخر فصل قربانی میشه. این همچنین بهمون میگه که 1006 همه جا جاسوس داره و میدونه کی و کجا باید بدن کتنب رو بدوزه. به همین دلیلی که خیلی‌ها فکر می‌کردن پروتوتایپ به خاطر دانش و همه چیز دام بودن اولی خودش رو جای اولی جا زده بود. البته درسته که پروتوتایپ میتونه صداها رو تقلید کنه، اما هنوز سوالهای بی جوابی در مورد 1006 و اینکه چطور تونسته اهرافجوی رو اجرا کنه وجود داره. اول اینکه چطور تونست انقدر اسباب بازی رو برای خدمت به خودش جمع کنه. این بیگر بادیز زیر امنیت شدید بودن و وقتی هم که با بچه ها نبودن توی آزمایشگاه زندانی میشدن، پس ارتباطشون محدود بوده. همچنین پروتوتایپ برای بیشتر مدت زندانی بوده، پس چطور میتونسته با بقیه اسباب بازی ها صحبت کنه؟ احتمال داره که پروتوتایپ تونسته از دوتا قدرت مناسب به فرد به نفع خودش استفاده کنه، تقلید صدا و کنترل ذهن. با تقلید صدا میتونسته وانمود کنه که کارمندان مختلفه و به یه کارمند دیگه بگه که از اتاقش بره بیرون و جای دیگه بره. این کار به پروتوتایپ زمان میداده تا فرار کنه و پیامهایی رو به بقیه اسباب بازی ها برسونه. اما قدرت کنترل ذهن مهمتره. وقتی برای اولین بار با داده ملاقات میکنیم، اون این رو میگه. این حرف به این ایده اشاره میکنه که پروتوتایپ احتمالاً میتونه وارد ذهن اسباب بازی ها بشه. هنوز قانع نشدی؟ خب توی پروژه پلیتام وقتی که داری توی نقش هاگی واگی بازی میکنه، یه صدای تاریک و شوم میشنوی که بهت میگه چی کار کنی. They are trying to build more toys, more like you. It has to be stopped.
به نظر میرسه توی این قسمت پروتوتایپ داره توی ذهن هاگی باهاش حرف میزنه، چون توی بازی اصلی اصلا نزدیک هاگی نیست، اما هاگی از تمام دستوراش پیروی میکنه. این همون راهیه که پروتوتایپ تونسته بود برای آراف جوی یه ارتش به دست بیاره. همچنین به سه جمله اول دقت کن: بقیه گرسنه‌ن، بقیه دارن از گرسنگی میمیرن، بلند شو. این برات آشنا نیست؟ توی صفحه مرگ پاپی پلیتان همش با پیام‌های رمزآلود اینجوری روبرو میشیم. در واقع این جمله خیلی با یه پیام کدگذاری شده توی فصل 2 ارتباط دارن که ترجمهش میشه درد دارن، گرسنه‌ن، بلند شو. کلمه بلند شو تقریبا توی همه پیام‌های مرگ وجود داره. به علاوه این کلمات همشون با حروف بزرگ نوشته شدن، دقیقاً مثل دیالوگ پروجکت پلیتان. پس اگه پروتوتایپ میتونه وارد ذهن اسباب بازی مثل هاگی واگی بشه، آیا این یعنی ما، یعنی بازیکن، هم یه بیگر بادی هستیم چون پروتوتایپ توی ذهن ماست؟ خب این یه تئوریه و برای ویدیوی دیگه. پس پروتوتایپ کیه؟ هر بیگر بادی اول یه آدم بوده و برای 1006 هم فرقی نمی‌کنه. چی میشه اگه رهبر اسباب بازی‌های ناراضی همون رئیس شرکت پلی‌تایم کو باشه؟ آره، دارم همینو میگم. الیوت لودویگ شرکت رو توی سال 1930 تأسیس کرد و پروتوتایپ رو روی زمانی بین اواخر دهه 80 و 90 ساختن. با این حساب الیوت لودویگ موقعی که پروتوتایپ رو ساختن خیلی پیر بوده، چون باید توی 1930 که پلی‌تایم رو راه انداختن آدم بزرگسال می‌بوده. پس ساخت پروتوتایپ احتمالاً با تاریخ مرگ الیوت لودویگ همزمان بوده، شاید حدود 90 سالش بوده. اینکه کارکنان رو مجبور به این کار کنن چیز جدید نیست. مثلا توماس کلارک یک کارمند 59 ساله پلیتان بود که سرطان ریه لاعلاج گرفت و قبول کرد تبدیل به براند دایناسور بشه. انگیزه الیو لودویگ برای اینکه پروتوتایپ بشه با توجه به استراتژی خانوادگیش منطقی به نظر میاد. یه تئوری هست که میگه اون دخترش رو از دست داده و همین باعث شده وسواس پیدا کنه که مردار رو برگردونه و در نهایت تونسته روح دخترش رو توی پاپی پلیتان منتقل کنه. اواخر عمرش نمیخواست از دخترش جدا بشه، پس تصمیم گرفت با تبدیل شدن به پروتوتایپ برای همیشه باش بمونه. اما وقتی هارلی سایر رئیس شد، الیوت لودویگ فهمید که یه اشتباه بزرگ کرده که شرکتش رو دست روانی واقعی گذاشته. تحقیقاتش بعد از اون خیلی آزاردهنده شد، درست برعکس چیزی که الیوت لودویگ برای پلی تایم می‌خواسته. پس میشه گفت آراف جوی یه جور انتقام گیری بوده، نه فقط برای کارمندای بد، بلکه برای اینکه هارلی سایر هم لعنت کنه، چون کل اخلاق شرکت رو زیر پا گذاشت و اعتبار الیوت لودویگ رو خراب کرد. به نظر میادم کارشو کرده، چون فکر می‌کنن هارلی سایر مرده باشه. شما راجع به پروتوتایپ چی فکر میکنید؟ نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید. ممنون که تماشا کردید. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.